در ایام نوروزی و دو روز پس از 13 بدر خبرها از ایران همچنان خبرهای خوشی نیست. کیوان معصومی جوان ایرانی بازداشت شده. جوان شیرازی در اثر شکنجه ها در ایام بازداشت از بیماری های گوناگون رنج می برد و نیمی از تن او فلج شده بود. پس از آزادی از زندان درگذشت. آن سوتر پیامدهای گرانی آب و برق در عرصه اقتصادی کشور و بر سفره مردم ایران هویدا شده است. همزمان واکنش‌های جمهوری اسلامی، مقامات جمهوری فقیه در برابر اعتنامی اتحادی اروپا نشان از نگرانی جمهوری اسلامی از این موضوع دارد و مذاکرات هسته‌ای میان حکومت آیت الله علی خامنه‌ای و کارگزاران او با 5+1 به کجا می‌رسد، در حالی که گفته می‌شود حکومت ایران گام به گام با دادن امتیازهای بیشتر به روسیه به مسکو نزدیک‌تر می‌شود. سلام به شما، جمشید چالنگی هستم از لس آنجلس. با شما خواهیم بود در ساعت پیش رو، چون جمعه های گذشته در لندن آقای دکتر علیرضا نوری‌زاده با من و شما هستند. آقای محسن سازگارا در این برنامه غایب هستند. آقای حسن شریعت مداری دعوت ما رو پذیرفتند. در این برنامه با ما خواهند بود و امیدواریم در برنامه‌های آینده نیز با شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. آقای شریعت مداری سلام به شما، خوش اومدید. من هم سلام دارم خدمت شما و از این فرصت استفاده میکنم به شما و همه هممیهنان عزیزم سال نو رو هرچند پس از 13 تبریک میگم. دیر شده ولی خب وظیفه ماست که این تبریک رو بگیم. با سپاس از شما، همینطور سال نو بر شما و خانواده مبارک و خجسته. آقای نوری‌زاده عزیز سلام به شما و خوش آمد ببرد. درود به شما جناب چالنگی عزیزم، درود به جناب مهندس شریعت مداری. بسیار خوشحالم که در خدمت ایشون هستم. متأ این توضیح رو بدیم که آقای دکتر سازگارا امروز گرفتار یک برنامه از پیش تعیین شده بود. متأ بنده افتخار میکنم با آقای مهندس شریعت مداری هم سخن بشم و همینطور درود به همه بینندگان تفسیر خبر در ایران فردا، به ویژه در خانه پدری. آقای نوری‌زاده، همونطور که من اشاره کردم خبرها همچنان خبرهای غم‌انگیزی است. کیوان معصومی در و صدها جوان ایرانی دیگه پشت میله‌های زندان همچنان بی‌دلیل و بی‌جور روزها و شب‌های عمر نازنین خودشون رو سپری می‌کنن و مورد شکنجه قرار دارن. چه شد؟ بعدهای حجت الاسلام و المسلمین آقای حسن روحانی. گواهی چالنگی عزیزم، در زلف چون کمندش هرگز مپیچ، کانجا سرها بریده بینی بی جرم و بی جنایت. حکایت آقای روحانی این است که فعلا تمام هم و غم آقای روحانی متمرکز روی دو مسئله است. ایشون اعلام کرد که ما باید ماها و سالها کار بکنیم
تا این گندابی رو که آقای احمدی نژاد به جا گذاشته خوش کنیم و بتونیم کشور رو برگردونیم روی پای خودش بیسته. این یک واقعیتی است و البته فقط آقای احمدی نژاد مقصر نیست، ولی فقیه و کل نظام مقصره. و در این حال آقای روحانی وعده هایی به مردم داده که ببینید خیلی راحت آدم موقعی که میخواد انتخاب بشه زبان رو باز گشاید و هر چی دلش میخواد بگه، ولی وقتی بیاد با مسئولیت روبرو بشه و در برابرش مشکلات رو ببینه، اون وقت دونه دونه این وعده ها تبدیل کمرنگ بشه تا اینکه 4 سال تموم شه. آقای روحانی الان با این مسئله روبروست. از یک طرف مذاکرات ژنو و ادامه بحث برای رسیدن به یک قرارداد نهایی یا یک قرارداد همیشگی و دائمی در جریان و چپ و راست خب میبینیم از جانب دار و دسته ولی فقیه اشکال تراشی میشه. از سوی دیگر این مسئله یارانه ها شده یک طوق بزرگ به گردن دولت که نمیدونه چیکار کنه. و خیلی جالب بود چند روز پیش نوشته بودن داوطلبانه بیاین اعلام بکنه که شما نمیخواین. وقتی شما به این بی حساب و کتابی این کار را انجام میدید، خب معلوم کی میاد داوطلبانه بگه من نمیخوام، به خصوص قارون های جمهوری اسلامی. و مسئله سوم، این مسئله ساده ای نیست که 5 مرزبان ایرانی رو این آقایون سپاهی که مدعیان کره ما رو گرفتن، سوسک و میمون فرستادن به فضا و موشکاشون قلب آمریکا رو هم دیگه میزنه، اینا لیاقت سیانت و پاسداری از 5 مرزبان رو نداشتن. و این ناامنی کشوره، این دلیل بر اینکه امنیتی هم وجود نداره به اون معنا و بگیر و ببند و سرکوب و اینا هم ادامه داره. من معتقدم آقای روحانی بعد از چند ماه این شجاعت رو داشته باشه بیشتر از آقای خاتمی بیاد به مردم ایران حقایق رو بیان کنه، بگه آقا من اومدم یه تیم اقتصادی آوردم، اما تیم اقتصادی من در برابر مافیای ولی فقیه فلجه، هیچ کار نمیتونه بکنه. اینقدر شهامت داشت آقای روحانی، وقت مردم ایران همیشه اسمش رو به یاد داشتن. خب ببین آقای شریعت مداری، ببین یک نظامی که به گفته بسیاری چه در من چه مقامات مذهبی چه غیر مذهبی چه مردم بسیاری در ایران چه خارج از ایران، یک نظام من درآوردی ولایت فقیه است. چطورگاه فلنگی که میگن همین حکومت ایران میتونه تعبیر درستی باشه، یعنی یک رئیس جمهوری داره، یک نهاد غربی است، درخواسته یا بسیار نهادیست که بیشتر معرف حکومت های دموکراتیک هست، یک ولی فقیه داره که در هیچ کشور موصوف به کشور اسلامی چون سمتی وجود نداره، یعنی در هیچ کدوم از کشورهای اسلامی شما یک رهبر مسلمان نمیدونید داشته باشه حکومت میکنه، هر حکومت دینی در کشورهای غیر اسلام. در این نظام هم یک سری آدم هستن از 23 بهمن ماه تا به امروز مشغول حکومت کردن هستن، همین آقای روحانی، حسن روحانی سالیان سال دبیر شورای امنیت ملی بوده با حضراتی که با ایشون اومدن زنگینه و غیر زنگینه در سمت های دولت های مختلف، و کار به جایی رسیده الان کسی مثل من یا دیگران باید بشینیم همین مرتب بگیم این بار از آقای احمدی نژاد ما دفاع میکنیم، آقای روحانی و بقیه تمام گناه ها رو دارن میریزن روی گردن دولت احمدی نژاد. کجا بودن اینا در این 8 سال؟ این چه نظامی است که آقای روحانی مثلا همچنان باید امید داشت که بعد از 8 سال ایشون نیاد بگه که مثلا من هم مثل آقای خاتمی یه کارگزار بودم و نبیشم؟ بله، بیگمان اون که امروز بر مملکت میره با وجود سهم عمده‌ای که احمدی نژاد داره تنها حاصل اشتباهات، خطاها یا کارهای دانسته و ندانسته او نیست. این 35 سال جمهوری اسلامی در دوره‌ای که آقای خامنه‌ای ببخشید آقای خمینی زنده بود دنبال مدل اقتصاد روسی یا اقتصاد دولتی و سرکوب تمام عیار جامعه بود. بعد از فوت آقای خمینی و آمدن رفسنجانی
چون مصادف شد بعد از یکی دو سال با فروپاشی شوروی، چاره ای نمون تا اینکه برن دنبال مدل اقتصاد چینی. این آقای روحانی در اون موقع هم در مرکز مطالعات استراتژیک تئوری این قضیه رو جور میکرد و در شورای امنیت ملی هم قسمت های امنیتی اون رو سالیان سال اجرا میکرد. مدل اقتصاد چینی در حقیقت بعد از مرگ ماو این بود که گشایش اقتصادی به سمت غرب، جدا کردن صف چین از صف شوروی که دائما با غرب در چالش بود و معامله با غرب، گشایش روابط سیاسی با غرب، ولی در داخل مملکت تعدیل ها و رفورم های بسیار اندک اقتصادی و حکومتی که اسمش رو خودشون گذاشته بودن توسعه سیاسی آمرانه. من گمان دارم آقای روحانی فقط هنوز دنبال همون مدل اقتصاد چینی است، چون اجرای اون به خاطر دو تا اشتباه آقای هاشمی ناکام ماند. یک، یعنی با غرب نتونست که گشایش روابط اقتصادی و سیاسی بکنه. یکی به خاطر روی آوردن آقای هاشمی به سلاح‌های غیر متعارف و ایجاد اون چی که امروز پرونده هسته‌ای نامیده میشه. دوم، ترورهای بسیار زیادی که در داخل و خارج کشور در دوره ایشون شد. این باعث شد که با غرب موفق نشن بازگشایی بکنن. حالا این بار آقای روحانی در حقیقت محور اصلی تلاشش کامل نمودن همون مدل هست، یعنی بازگشایی اقتصادی با غرب، محدود نگه داشتن فضای داخل، امنیتی دیدن فضای داخل و مقداری تعدیل اقتصادی تا این اقتصاد فرو نپاشه. با چنین دیدی هم فضای سیاسی باز نخواهد شد و هم مدل چینی سالهاست ورشکسته است از قبل، برای اینکه ایران با چین خیلی تفاوت داره. این تفاوت ها رو الان وقت نداریم بگیم، در سخنرانی لندن خواهم گفت، ولی اون که مهم هست این است که ایران نتوانست چنین سیاست رو اجرا کنه، در آینده هم نخواهد توانست، و اگر این دید امنیتی رو به جامعه عوض نکنن فقط سقوط را مقداری به تأخیر می‌اندازد. آقای نوری‌زاده، اساساً آقای حسن روحانی یا هر کس دیگه‌ای در نظام جمهوری اسلامی جای ایشون باشه، کما که بودن آقای کارتانی یا بقیه، قادر هستن این دید امنیتی رو نسبت به جامعه، مردمانی که دارن برایشون حکومت میکنن، قادر هستن عوض بکنن، یه به قول خودشون اصلاحاتی رفرمی درش به وجود بیارن که کسانی مثل کیوان معصومی، قربانیان یکی پس از دیگری، جنازه جوانان ایرانی از زندانهای فقیه بیرون نیاد و یا پس از بیرون اومدن جلو چشمان پدر و مادرشون فرفر نشه و جان نه. آیا این قدرت رو دارن یا نه؟ در یک نظام همونطور که شما گفتید شتر گاف پلنگ، در یک نظامی که هیچیش با هم نمیخونه و اراده امامانه ولی فقیه میتونه حکم حکومتی بده، جلو کار پارلمان رو بگیره، جلو کار قوه قضاییه رو بگیره، تا صحبت از زندانیان سیاسی یا به قول نسرین ستوده زندانیان ضمیر و وجدان، تا صحبت اونا میشه، آقا استقلال قوا باید حفظ بشه. حسین شریعت مداری مدافع استقلال قوا میشه. آقا نباید قوه مجریه در قوه قضاییه دخالت کنه. آقا تو مردم گرفتی، بی جرم و بی جنایت انداختی زندان، محاکمه میکنی، حکم براش صادر میکنی. بعضن آدمهای بی حکم در اون زندان اوین و دیگر اوین ها هستن، دولت نمیتونه حرف بزنه. خب دولت باید بره پاسخگو باشه، جامعه بین‌المللی یقشو میگیره، اتحادیه اروپا یقشو میگیره و میگه تو میخوای بیای به جامعه جهانی، یه اصول و ضوابطی داره که به عنوان یه دولت مسئول باید اون اصول و ضوابط رو رعایت کنی. آقای روحانی بره اونجا بگه آخه من چیکار کنم، ولی فقیه اجازه نمیده، میگه استقلال قوا باید حفظ بشه. این است که هیچ رئیس جمهوری در ایران، اگر شما بیاید پسر پیغمبر بیارید، هر کسی رو بیارید، برید اصلا نلسون ماندلا رو بیارید بذارید ایران،
محال رئیس جمهوری در ایران بتواند اصلاحاتی عمیق اجرا بکنه. ممکنه در یه زمینه‌هایی در حدی، خب در زمان آقای خاتمی هم خود فضا باز شد و یه چیزایی دیدیم، ولی همزمان دولت پنهان آدم کشی کرد، سر فروغه رو برید، سر مختاری رو، پوینده رو، شریف و دیگران و دوانی و غیره رو به قتل رسوند. میخوام بگم این رئیس جمهوری که 20 میلیون 25 میلیون 28 میلیون ایرانی میرن بهش رأی میدهند، این حکم با ارزش ملت رو ولی فقی وزیرش انگوش بزنه، حالا ایشون سواد دارن امضا کنه، این ولی حکم معنا نداره. خب حالا چجوری این رئیس جمهوری که به اراده امامانه میشه یه لحظه ایشون رو برداشت، عدم کفایت شد تو مجلس صادر کرد، این چه کار میتونه بکنه؟ مگر اینکه انقدر شجاع باشه، انقدر عرق ملی داشته باشه، انقدر به مردمش تعلق خاطر داشته باشه که بیاد در برابر جهانیان اعلام بکنه من منتخب این ملتم و این کارا رو میخوام بکنم، متاسفانه لولوی ولی فقیه نمیذاره. آقای بنی صدر یک ذره حرکت کرد، دیدیم چه بلایی سرش آوردن و الان 30 سال ایشون در غربت و در تبعید، فقط به خاطر اینکه نخواست به اراده امامانه تمکین بکنه. فساد آقایون حزب جمهوری اسلامی رو میدید، اومد بیان کرد، اون بلا رو سرش آوردن. ولی آقای روحانی به نظر من میتونه، چون فرزند ولایته، فرزند ولی فقیه، اگر یک ذره شجاعت داشت و باز به قول نسرین ستوده اون ضمیر عالیش هوشیار و آگاه بود، میمد به مردم میگفت ملت بزرگ به من رأی دادید، اما من در اینجا چرخ پنجم درشکم، کاری نمیتونم بکنم. وزیر اینو گفتن این چی از آقای خاتمی به نعمی اشاره کرد به این موضوع. آقای حسن روحانی فرزندشون خودکشی کردن، جوان دارن، خودشون دست دادن. بله. آیا همین کافی نبود که به هوش بیاد ببینه؟ و اگر میاد نبود نبوده. قدرت چیز بدیه. قدرت آقای چالنگی وقتی آدمو، این قدرت خانم یه شب به رخت خواب آدم میاد، یه عمر آدم گرفتاره. ولی آقای روحانی داره خودش میبینه، داره به چشم خودش مشاهده میکنه که هر کاری میخوان بکنن جلوشو گرفتن. همین مسئله ستاد اجرای فرمان امام و 90 میلیارد دلار، چرا دولت نباید بتونه بره مالیات بگیره؟ چرا بنیاد نگیره؟ چرا از بنیادهایی که زیر نظر ولی فقیه، یک سوم یا دو سوم اقتصاد مملکت دست ولی فقیه، باید بتونه رئیس دولت بره طرفش؟ نمیتونه. بنابراین 3 سال دیگه میگذره، حالا یه خود به امریکا لبخند میزنن، اونم فردا اوباما میره، یکی دیگه میاد، دیگه لبخندشون رو پاسخ نمیده. آقای شریعت مداری عزیز، در یک همچین فضایی هست که اتحادیه اروپا قطعنامه رو منتشر میکنه در اون در ارتباط با ایران، پس از سفر خانم اشکان هست به تهران، دیدارش با مادر ستار بهشتی و خانم نرگس محمد، می‌بینیم این قطعنامه تأکید می‌کنه به گشایش دفتر اتحادیه اروپا در ایران، مسئله نقض حقوق بشر در ایران و یک جور نظارت بر روند این آزادی زندانیان سیاسی و مسائل دیگه که مورد خوشایند حکومت تهران نیست. این قطعنامه تا چند روزه جدیه؟ تا چند روزه میشه اعتماد کرد که پیگیری خواهد شد از سوی اتحادیه اروپا؟ طبعا تهران در حال نخواهد بود تا اونجایی که میتونه ببینید. ببینید کوتاه یا دراز، بس این وضعیت که در جهان تغییر کرده دامن ایران رو خواهد گرفت. آقای رفسنجانی در دوره‌ای که رئیس جمهور بود، پس از این اعدام ها سعی میکرد با شرکت های بزرگ فرانسوی معامله کنه تا اینکه صدای اونها در نیاد، ولی در عرض این مدت جهان بالکل عوض شده. در اروپا حقوق بشر در ردیف قوانین داخلی معتبر شده، هیچ کشور اروپایی نمیتواند از حقوق بشر در داخل اتحادیه اروپا تخطی کنه یا به
بهانه استقلال داخلی و داشتن قوانین اساسی مجزا مواردی از حقوق بشر رو زیر پا بگذاره. در چنین وضعیتی به تدریج و خیلی روشن نمایندگانی که در اتحادیه اروپا هستند وجدانشون رو نمیتوانند دو تقسیم کنند، در داخل مملکت حقوق بشر را چنان پر اهمیت جلوه کنند و در کشورهای ما فقط معامله کنند. به این دلیل اتحادیه اروپا این قطعنامه بسیار درخشان را تصویب کرده و به نظر من اون را پیگیری خواهد کرد. این که چقدر موفق بشه، چقدر اولویت در این مذاکرات پیچیده و رعایت به موقع حقوق بشر باشه واضح نیست، ولی اگر در کوتاه مدت هم در حقیقت این روی کرده به حقوق بشر اولویت درجه یک نباشه، اتحادیه اروپا امروز و پس از این در رفتارشون با کشورهای مهمی مثل ایران ناگزیرن که حداقل نرم‌های حقوق بشر رو رعایت کنن. شما در این قطعنامه میبینید که ملزم کرده هیئت‌هایی را که به ایران میرن که باید درهای زندان برای شما گشوده باشه و شما بتوانید بروید و مصاحبه بکنید و افراد زندانی رو از نزدیک ببینید. این پیشرفت بسیار بزرگیست، برای اینکه هیچ هیئت اروپایی نمیتونه ادعا بکنه که من رفتم و من رو نگذاشتن و من نتوانستم به زندان اوین برم چون دخالت در امور داخلی اونها بود، لذا من معامله خودم رو کردم و آمدم. برای اینکه از پیش تعیین شده که اگر شرایط اینه شما باید بگذارید و بیایید و گفتگوهای خودتون رو ادامه ندید. به نظر من پیشرفت بسیار مهمی است و باید واقعا به اتحادیه اروپا به خاطر این شهامت و به خاطر این پیشبرد حقوق بشر تبریک بود. آقای نوری‌زاده، با همه ادعایی که مسئولان جمهوری اسلامی دارن قوه سه قوه مجزا هستن از این صحبتایی که میشه دقیقاً باید در هر کشورشون باشه که نیست در ایران، این سه قوه اساسی که سه قوه لاریجانی ها عملا دو قوه کشور که دست این دو برادر هست، اون یکی هم به عنوان زاپاس عملا در عرصه حقوق بشر نقش دولت رو بازی میکنه، یعنی جوابگوی مجامع بین المللی، نهادهای بین المللی حقوق بشر، به جای اینکه آقای ظریفی اومد و راحت در یه زمینه‌ای گفت که ما اصلا زمینه سیاسی نداریم تموم شد، ولی در زمینه‌ای دیگه این یکی لاریجانی سومی جواد لاریجانی، ایشون نقش دولت رو بازی میکنه و جوابگو هست و توجیه کننده و از این صحبت رو در این باره زمان مقصد صحبت کنیم کرد. خب واکنش نشون داد، خوشایندشون نبود این قطعنامه. شما عجبید به چه شکست؟ آیا واقعا اتحادیه اروپا داره جدی میگیره در برابر اون چی که در ایران میگذره، پشت میله های زندان و در عرصه اجتماع ایران نبود و حقوق بشر؟ اولا جناب شالنگی، من هم صدا با آقای مهندس شریعت مدادی تجلیل و تقدیر میکنم از این کار اتحادیه اروپا، فوق العاده بود و به نظرم سرعت بخشیدن به تصویب این قطعنامه به دلیلش این بود کشورهای مثل یونان، مثل ایتالیا، اینا زیرابی داشتن با جمهوری اسلامی در تعامل بودن. وزیر خارجه یونان 15 مارس رفت به ایران، یک هیئت بزرگم با خودش برد و پشت پرده داشتن صحبت میکردن. وزیر خارجه بلژیک رفت، سوئد رفت، اینا هر کدوم رفته بودن در چارچوب منافع خودشون صحبت میکردن. یک عده نمایندگان پارلمان اروپا رفتن که ملاقات کردن با خانواده ها و با بعضی از زندانیان سیاسی سابق و همینطور دیداری که خانم اشتون در سفارت یونان داشت. این به نظر من خیلی مهم بود، به گونه که اینا کاردار یونان احضار کردن، اعتراض کردن، ولی درست یه هفته بعد، در روز بعد وزیر خارجه یونان رفت اونجا و ماسمالی بکنن و اتحادیه اروپا آمد انگشت گذاشت روی این مسئله. حالا دیگه هیئت‌ها، چه پارلمانی چه غیره، نمیتونن برن ایران و مقوله حقوق بشر رو نادیده بگیرن. نکته بعدی، آقای محمد جواد لاریجانی، شما به کارنامه این آقا نگاه بکنید، یک آدم سازشکار در پس پرده، کسی که داستان لاریگیتش از یادها نرفته و اومده بود که وزیر خارجه آقای ناطق نوری بشه و پیشاپیش با انگلیس‌ها بسازه
و بتونه امتیاز بگیره. این آقا تا خرخره وابسته به خارجی است، اربابم فرقی نمیکنه، هر بار میتونه یه ارباب باشه، یه بار آمریکایی، یه بار انگلیسی، یه بار روسی. این آقا ذره ای از مفاهیم انسانی رو یاد نگرفته. وقتی صحبت میکنه از زندانیان سیاسی که انهو داره راجب مجرمین بالقوه و بالفطره حرف میزنه، این آدم اعتباری نداره، ارزش‌های انسانی در این آدم به صفر رسیده. حالا اون برادر علی لاریجانی خود سعی میکنه رعایت بکنه، ولی این یکی نه، این یکی واقعا فقط ایستاده که پاچه بگیره، محکوم بکنه و ناسزا بده. و آن دگری آقای علایدین بروجرد، کسی که به جرم خیانت در موضوع افغانستان و به کشتن دادن دیپلمات‌های ایرانی و به قتل دادن مرحوم عبدالعلی مزاری رهبر حزب وحدت، این آقا مسئول مستقیم قتل آقای مزاری است و بنده از رهبران حزب وحدت شنیدم از تمامشون گفتن مزاری التماس میکرد به ایشون که برای ما اسلحه بفرستید، کمک بفرستید، ایشون پشت کرد، دیپلمات‌های ایرانی هم طالبان کشتن. این آقا حالا رئیس کمیسیون امنیت ملی و روابط خارجی مجلسه و این آدم میاد برمیگرده میگه اصلا اتحادیه اروپا رو ما اجازه نمیدیم دفتر بزنن. شما روپای اروپایی افتادید التماس میکنید صنعت نفت نابود شده تون رو بیان درست کنن، بیان سرمایه گذاری کنن و شما اجازه نمیدید. خب معلومه اگر اجازه ندید و اراده ولی فقیه بر این باشه که نباشه، اروپا دیگه نمیتونه با شما تعامل کنه، دیگه تعامل با اروپا به گونه دیگری خواهد. آقای شریعت مداری، ببینید در تاریخ معاصر ایران شما سراغ دارین برادر وسوق الدوله بود، برادر ایشون قوام السلطنه در دورهای مختلفی بودن، اگر خدمتی کردن با منصبی گمارده شدن و اگر کج رفتن مثل وسوق الدوله که متهم شد مورد استیزا قرار گرفت در زمان های مختلفی که صدارت داشتن یا وزارت. اما به طور همزمان سه برادر، دو تاشون جز ارکان اساسی باشن برای مدت طولانی، دو قوه اصلی، یک سری برادرها و خواهرزادههای دیگه و کسان دیگه پشت بر شما سراغ دارین، و این مشروعیت این از نظر دینی از کجا میاد؟ هیچ ربطی به دین نداره، این یک نوع اولیگارشی دولت پنهانه که خودتون ازش صحبت کردید. این دولت پنهان مناسب رو به وسیله آقای خامنه‌ای در خانواده هایی که در تملق و دروغی و چاپلوسی گوی سبقت رو از بقیه بردن و به بیوت مراجعی وابسته بودن که در دوره جمهوری اسلامی خودشون رفتن و فرزندانشون جایگاه خودشون رو در جمهوری اسلامی محکم کردن. مرحوم آیت الله آملی شخص خوبی بود و اهل این نوع سیاست و این نوع معاملات هم نبود، ولی فرزندانش یکی از بدترین آقازاده های این دوران در اومدن. اینها نفوذ خودشون رو به هر قیمتی میخوان حفظ کنن، نفوذ این دولت پنهان رو میخوان حفظ کنن. گرفتاری ایران در حقیقت همین است که آقای خامنه‌ای دو دستگاه کاملا موازی را، یکی در ظاهر به ریاست آقای روحانی و یکی پنهان به دستیاری برادران لاریجانی و عده متنفذ دیگه در اختیار داره و سعی میکند که با بازی کردن با این دو دستگاه ریاست خودش رو حفظ کنه. امروز شما فکر کنید که اصلا این اتحادیه اروپا همه این پولهایی رو که از ایران توقف شده به ایران تحویل بده، چه قسمتی نصیب مردم خواهد شد وقتی نهاد رهبری، برادران لاریجانی، راندخارها، سپاه بیش از 75 الی 80 درصد این پولها رو میبلعن و از آن خودشون میکنن، چه چیزی از این 80-90 میلیارد دلاری که در حقیقت در غرب توقیف شده برای مردم ایران باقی خواهد ماند؟ چه شغل های با اون ایجاد خواهد شد وقتی این همه دلال و واسطه در اقتصاد ایران مانند هزارپا چنگ بر روی اون انداختن
و جلوی هر نوع پیشرفتی رو میگیرند. اینها قتل‌های زیادی مرتکب شدند، دسیسه های فراوانی کردند، مرتکب خلاف‌های شدند. امروز با این وجود در رأس قوای بزرگی هستند و نفوذ زیادی دارند و کارشکنی میکنند در مقابل کار آقای روحانی، برای اینکه فکر میکنند حتی همون مدلی که روحانی در نظر داره و بسیار از ایدئالی که مردم ایران را نجات بده دور هست، حتی همون هم و حداقلی از عمل به قانون هم مستولی بشه، اینها امتیازات گذشته رو از دست خواهند. صحبت آزاد شدن پولهای مردم ایران هست که در ارتباط با برنامه اتمی جمهوری اسلامی در بانکهای اروپایی و آمریکایی بلوکه شده، مسدود شد. آقای نوری‌زاده، در همین مسیر در ارتباط با سفره مردم در شب آب و برق و گاز گرون شد و تمام همت این حکومت و دولت اینه که رشد اقتصادی رو از منفی 5 برسونه به 0 و جاه طلبی اقتصاد میتونه هر حکومت چنانچه بخواد به مردم خدمت کنه این جاه طلبی رو داشته باشه که توسعه اقتصادی خب یکی از هدفهای مهم میشه. این جاه طلبی برای این حکومت این هست، حالا به مردم خدمت میکنه نمیکنه اون بحث دیگه است، مردم بهتر میدونن، این است که نهایتاً رشد اقتصادی برسه به 3 در آخر سال جاری. در منطقه قانون که در منطقه ما می‌بینیم کشورهای همسایه چه رشد اقتصادی مطلوبی دارن بدون اینکه سرمایه های عظیمی مثل ایران داشته باشه. آقای چالنگی، در مصر، همین مصری که دارن آقای مبارک و انتقاد ازش میکنن، 10 سال رشد اقتصادیشون از 8% پایین نیامد. حتی در سال 2009 که اون بحران عظیم اقتصادی بود، مصر 5.5% رشد اقتصادی داشت. کشور خودمون از سال 42 تا سال 56 رشد اقتصادی ما 2 رقمی بوده و در زمینه صنعتی رشدمون به 18% رسیده. بین 12-14% آقای دکتر فرابخشمون قشنگ آمار رو آورد. و حالا در جمهوری ولایت فقیه امیدشون اینه که از زیر 0 بیان بالا. داشتم گوش میکردم که آقای نهاوندیان اشاره میکرد و آقای طیب‌نیا که هر دو چهره برجسته اقتصادی حکومت آقای روحانی هستن، که امیدوارن تورم رو بکشونن به زیر 35%، 30% تورم. و بریتانیا ماه گذشته تورمش 1.4% 3% و افسوس میخوره آدم، یعنی و تمام اینا برمیگرده به نظام فاسد اقتصادی. یعنی وقتی مافیا اداره کننده اقتصاده، شما کاری نمیتونین بکنین. خاتم الانبیا حرف اولو میزنه، هر قرارداد نفتی باشه. بذارید من یک موضوعی دیرو خدمتتون عرض کنم آقای چالنگی. همین قرارداد کرسنت که بابتش این آقای عباس یزدی رو بردن ربودن و کشتن، ببینید در این قرارداد تمام زوایاشو که نگاه بکنید به نفع ملت ایران بود و ظرف 10 سال ما رو صاحب میلیاردها دلار و صنعت گاز پیشرفته میکرد، به اضافه اینکه یک کشوری به نام امارات مدیون ما بود و تکیه بر گاز ما داشت. این قرارداد میدونید چرا به هم خورد؟ برای اینکه دو گروه رقیب، یکی میگفت به شرکت کرسنت 70 میلیون دلار به من بده من کارتو درست کنم، آقای کردان و گروهش، یه گروه دیگه میگفتن نه ما 65 میلیون دلار میگیریم. کرسنت گفت من باج نمیدم. در نتیجه قرارداد کنسل شد، دادن آقای شریعت مداری تو روزنامهش نوشت و الان جمهوری اسلامی 4-6 میلیارد دلار باید جریمه بده در دادگاه بین المللی. میخوام بهتون بگم وقتی اقتصاد مافیایی شد، اون دار و دسته چی اسمشونو بذارم، جنایتکار، به فکر اون 70 میلیون دلارشه، نه به فکر منافع دراز مدت ملت ایران، نه به فکر مصالح ملی ما که اقتضا میکرد که امارات متحده عرب که نسبت به جزایر ما ادعا داره زیر دست ما باشه تو جریان گاز، خونه هاش با گاز ما روشن بشه
که بعد ما بتونیم اونجا امتیاز بگیریم. این خیانتکاران اینو به هم زدن سر 70 میلیون دلار. حالا ببینید آقای چالنگی در عرض این سالها چه کردن؟ اون 100 میلیارد دلار مفقود کجا رفته؟ آقای چالنگی در عوض آقای حسن نصرالله و دار و دستشون آباد شدن، الان میگن ثروت آقای حسن نصرالله سر به میلیارد میزنه و حماس آباد شد، گروه های تروریستی اصحاب اهل الحق و دیگران در عراق آباد شدن، حوثی های یمن آباد شدن، آقای خامنه ای وقتی پسر خود مسئولان جمهوری اسلامی عرض میکنم خدمتون، اینا سودشو میدن به اینا، اصلش پیش خودشونه، اصلش پیش خودشونه. وقتی شما فکر میکنید که آقازاده های اینا چه خونه و زندگی های در کانادا، آمریکا، استرالیا، اروپا را انداختن و ماشین مازاراتی رو میبرن در تهران رونمایی میکنن، فردا هفتش آقازاده ها سواره، میخوام براتون بگم نه بهشون میاد نه اعتبار و ارزش این رو دارن که سوار ماشین مازاراتی بشن یا بتونن، چون فرهنگشو ندارن. آقای محسنی اژه‌ای بعد از اینکه برادران افراشتل گرفت و زیر شکنجه اون آپارتمان ها برژاشون رو گرفت، طبقه بالا رو کرده پنت هاوس، ولی یه نفر که رفته بود میگه مثل دیوونه خونه بود، چون لیاقتشو نداره تو پنت هاوس زندگی بکنه. کسی که تو حجره زندگی کرده اساسا چطور میشه مازاراتی سوار شد؟ اون هم با چه وجدانی میشه سوار شد در پایتخت کشوری که در همون شهرش اونسوتر در دروازه‌قار کودکان خرید و فروش میکنه؟ چطور میشه در خیابونهای تهران با لامبورگینی و مازاراتی رفت و آمد کرد، ماشینهای میلیون دلاری، و در حاشیه خیابونها دید کودکان بر کارتون خوابیدن، در حاشیه خیابونها صدها هزاران کودک ایرانی دور از بهداشت، دور از نان، دور از سرپناه به سر دارانه. میشه آقای چالنگی وقتی وجدان وجود نداشته باشه؟ میشه. اون چیزی رو که نسل ستوده داره، نرگس محمدی داره، مادر ستار داره، اونا دارن، اینا چون ندارن میتونن خیلی راحت. حسن در زندان پیمان معصومی در گذشت، یک جوان ایرانی و جوانان دیگه پشت میله‌های زندان، حسین رونقی ملک و بسیار بیمار هستن، از خدمات پزشکی محروم و با سرنوشتی نامعلوم در حکومت جمهوری اسلامی، حکومت ولی فقیه بر ایران. و اما صحبت اقتصادی شد و مسئله گاز، که آقای نوری‌زاده گفتن معاملاتی که میتونست انجام بشه به سود ایران میتونست تموم بشه اگر دلسوزی در اون میبود. آقای شریعت مداری عزیز، الان مذاکراتی در جریان هست با روسیه برای نفت در برابر کالای روسیه. آیا حکومت ایران داره ایران رو بیش از هر زمان دیگه به روسیه نزدیک می‌کنه در محور سوریه، مسکو و تهران؟ بله، ظاهرا اینطور به نظر میاد که بعد از ماجرای اوکراین یک شانسی برای جمهوری اسلامی پیدا شده بود که با کاهش اعتماد غرب به خصوص اروپا به آقای پوتین بتواند گاز خودش رو حداقل در معرض رقابت با روسیه قرار بده و احیانا جایگزین کنه. این کار احتیاج به یک تصمیم راهبردی قاطع داشت در قطع رابطه یا کم کردن رابطه با روسیه و نزدیک شدن به اروپا. ظاهرا نه تنها اون نشده، بلکه کشتیبان را این سیاست آمده که از امکانات و از استیصال روسیه استفاده بکنه تا اینکه بتواند مشکلاتی رو که با بانک‌های بین المللی داره، وقتی روسیه با آمریکا درگیر هست، شاید از بانک‌های روسی استفاده کنه و در این مدت واسطه، یعنی مدتی که ایران هنوز معاملات بانکی کاملی نمیتونه انجام بده، به این وسیله از اون بانک ها
سود پیدا کنه و در خلال مبادله کالا با نفت بتواند که چیزهای دیگه رو مبادله کنه، یا روسیه مملکت ترانزیتی بشه برای کالاهای قاچاقی که از جاهای دیگه میاد. البته روسیه از لحاظ مالی مستاصل این امکانات هست، ولی نتیجه این وابستگی این خواهد بود که این شانس تاریخی از بین بره و ما این وابستگی مزمنی را که در عرض این 35 سال به اقتصادهای ناتوان و ضعیف روسیه و کشورهای بلوک شرق سابق داریم همچنان داشته باشیم و فکر کنیم که به این ترتیب میتوانیم مقداری هم تحریم ها را دور بزنیم. متاسفانه اون اراده و ابتکار لازم که چینی ها بعد از مرگ ماو در جدایی از روسیه و بازگشایی به سمت غرب داشتند، این وامندگان سیاسی ندارند و اینها نمیتوانند اراده بکنند و این وابستگی رو بگسلند، برای اینکه منافع بزرگی در سپاه و در باندهای راندخار هست در تجارتی که با روسیه داشتند و این مرزهای سبز قاچاق و قانونمند شدن این تجارت این منافع را از بین خواهد بود. بله، شما صحیح حدس میزنید و این تصمیمات وابستگی ما رو به این اقتصاد مفلوک بیشتر خواهد کرد. آقای نوری زاده، که این سیاست، سیاست از یک طرف مبادله با چین، از طرف دیگه مبادله با روسیه، حکومت ایران به یک کمچین سمتی رفته و میره، در حال رفتن آقای جایت بندری هم اشاره کرد. آقای چالنگی، آینده ایران رو به چه سمتی سوق؟ بله، اولا خدمتتون عرض بکنم همین روزها قراردادی ما بستیم برای خرید موشک‌های S-300 و روس‌ها زیرش زدن. بعد اومدن گفتن بیاین آقا ما موشک‌های دیگه میدیم، جانشین بهتون میدیم، یا اینا گفتن نه ما همونا رو می‌خوایم. ما البته از یه طرف هم ادعا کردیم خودمون ساختیم. دعوا رسید به دادگاه بین‌المللی و روس‌ها الان در حال محکوم شدنن و جمهوری اسلامی خسارت مطالبه کرده. حالا باز آقای پوتین یا بقیه مسئولانشون میان آقای لاوروف که آقا بیا یه جوری اینو حل بکنیم و آخرم این پولی نصیب ما نخواهد شد، حد اکثر همون 800 میلیون دلار یا 1 میلیارد دلار ایرانو پس میدن. چون یعنی ایران نیست، خب پس میدن به حکومت، خب بله به جمهوری اسلام. به هر حال، به هر حال فعلا اینا حاکمه. اما یه نکته خدمت تو عرض بکنم و این نکته بسیار مهمه، آقای شریعت مداری هم تشریف دارن و هم با روسا رب پیدا میکنه، هم با یه عده تجزیه طلب وابسته که پرچم آذربایجان جنوبی بالا بردن. من اینو بارها گفتم، توی مشروطه وقتی تبریز مورد حمله روسا قرار گرفت به ستارخان گفتن پرچم روس رو بزن بالای خونت تا نجات پیدا کنی. گفت من می جنگم که تمام دنیا رو بیارم زیر پرچم ایران، پرچم روس ببرم بالا. متاسفانه آقای خامنه‌ای پرچم روس رو برده بالا، بالای خونش پرچم روس زده و این ارتباط آقای خامنه‌ای و حکومتش با روسیه به ضرر استقلال و حاکمیت ملی ما بسیار چیز خطرناکیه. آرزوی پتر کبیر این بود که سربازش پوتینش رو بذاره تو آب خلیج فارس. حالا برای روسا پلاژ مخصوص درست کردن، خانوماشون با مایه دو تیکه و آقایون تشریف میبرن در آبهای خلیج فارسی که ملت ایران محروم ازش شنا میکنن. 5000 کارشناس روسی در همه عرصه‌ها تو ایران هستند. تمام تسلیحاتشون الان تکیه رو روسا دارن، تسلیحاتی که هنوز اینا تکیه بر هواپیمای F-14 و F-4 و F-5 آمریکایی برای سیانت از فضای کشور دارن و سوخوها و میکبیسی K-22 و 29 روسی هنوز کارآمد نیستن و اینا تکیهشون هنوز بر سلاح آمریکاییه. حالا مملکت رو در بس واگذار روسا کردن و همین مسئله اتمی ما، شما ببینید بعد از این همه سال و پول دادن، آیا شما خبری دارید از بوشهر؟ آیا این تولیدات برق بوشهر رو ما داریم میبینیم اونطور که قرار بود اونجا منطقه صنعتی بشه؟ متاسفم که این مملکت ضمن شعار قلابی استقلال، این شعار حالا تبدیل شد که ما شدیم نوکر روسا و کره شمالی و چین و بلاروس. این شد استقلال ما.
اون وقت کارشناس آمریکایی بود، حداقل میدونستیم 1000 تا بود 500 تا بود مطابق مقرراتی کار میکردن و میرفتن. حالا نه، روسا کنگر خوردن و لنگر انداختن تو اصفهان، اصلا شهرک دارن تو بوشهر همینطور، و مملکت ما شده نوکر و تابع آقای پوتین، چون ولی فقیه پرچم روسیه رو گذاشته رو سرش. آقای شریعت برداری، این جا باز کردن ورود و گسترش حضور روسیه در عرصه خاورمیانه، به خصوص در ارتباط با ایران و مسائل مثل سوریه، مثل جاهای دیگه، تا چه اندازه مربوط میشه به اون چی که در اینجا گفته میشه در آمریکا، یعنی بعد عمل کردن دولت آقای اوباما که در مورد ایران چه بقیه مسائل؟ من فکر میکنم که دوران گذریست که به طور کلی دولت‌های بزرگ و مقتدر قبلی ابزارهای کافی برای اینکه دیگران رو وادار کنن در مسیر خواستهای اونها حرکت بکنن ندارن. آمریکا هم یک استثنا نیست. آقای اوباما به نظر من سیاست مدبرانه‌ای پیش برده و ابزار بیش از این نداشته. آقای اوباما در حقیقت مرزهای آمریکا رو تا و غرب رو تا اوکراین پیش برده. این رو فراموش نکنیم که همونطور که اوباما به درستی گفت، روسیه یک اقتصاد مفلوک داره و در ردبندی اقتصادی یک قدرت منطقه‌ای است، نه قدرت جهانی. امروز به علت وجود بمب‌های اتمی امکان جنگ بین قدرت‌هایی که دارای بمب اتمی هستند نیست. اونها این کار رو نخواهند کرد. تنها گزینه ای میماند که با تحریم ها توان اقتصادی این کشورها کاسته بشه. چیزی است که اگر روسیه در این ناسیونالیسم ورشکسته ای که فعلا پیش میبره پیش بگیره، این تحریم ها زیاد خواهد شد. از یک سوی دیگه فراموش نکنیم که روسیه با پیش بردن این نوع ناسیونالیسم استیلاگر در همه کشورهایی که سابقا جزو کنفدراسیون شوروی بوده و امروز جزء کنفدراسیون روسیه است، جامعه رو دو قطبی خواهد کرد. قطبی از روسهای ساکن اونجا که در صدد انجام رفراندوم های مشابه کریمه خواهند بود و جمع زیادی که از این نفرت روسیه، از این نفوذ روسیه متنفر میشن و خواستار استقلال از کنفدراسیون روسیه خواهند شد و این به قدرت روسیه در دراز مدت صدمه میزنه. هرچند در کوتاه مدت همگان در روسیه با احساسات ناسیونالیستی برای پوتین کف بزنند. آقای اوباما قضیه رو به نظر من درست دیده و در دراز مدت این سیاست فرسایشی به نفع روسیه نیست. در همین زمینه های نوزده، در ارتباط با سیاست منطقه‌ای دولت کنونی آمریکا، ببینید در ارتباط با ایران و روند اوضاع در ایران، انتقادهای بسیاری متوجه دولت اوباما و حتی در باره اوکراین، برخلاف نظر آقای شریعت مداری در خود آمریکا، البته نظر آقای شریعت مداری هم در مطرح هست، بسیاری چنین نظری داره ارجابی، اما خیلی ها معتقد هستن که دولت اوباما درست عمل نکرد. به نظر من آقای اوباما در چند جا اشتباهای استراتژیک بزرگی مرتکب شد. یکی از موارد عراق بود. بیرون کشیدن نیروی آمریکا از عراق بدون اینکه کشور آماده صیانت از خودش باشه، تقدیم کردن عراق در سینی طلا به جمهوری ولایت فقیه بود. مورد دوم مورد سوریه بود. ایشون در یک بزنگاه تاریخی با یک عملیات بسیار محدود، اصلا لزومی نداشت عملیات جنگی باشه، دو تا حمله کوچک به مراکز نظامی سوریه باعث می شد که رژیم سرنگون بشه و اون زمان باز هنوز انقدر اسلامی ها گسترش نفوذ نداده بودن، کما که از روز اول آقای اوباما در مورد سوریه اشتباه کرد. هرچه سفیر سابقشون زجه زد، گفت آقا باید بریم از ارتش آزاد از نیروهای معتدل حمایت کنیم، به اسم اینکه بله ممکنه اسلامیا بیان، رها کرد اینا رو و دست ترکیه رو باز گذاشت و قطر رو که نیروهای اسلامی رو تقویت کنه.
مورد سوم خطایشون در مورد مصر بود. ایشون بدون توجه به اینکه 30 میلیون مصری نمیخوان محمد مرسی باشه، در خود آمریکا اگر سناتوری از یک ایالتی انتخاب شده، اگر مردم اون ایالت 2/3 مخالفش باشن، 2/3 صاحبان رأی، ایشون برکنار میشه، ایمپیچ میشه و در خود کنگره این کارو میکنن. در مصر مردم مصر آقای مرسی رو معزول کردن و ارتش اراده ملت رو تطبیق داد. اون رفتاری که آمریکا با مصر تشبیش گرفت و حمایتی که امروز صدای مبارک از زندان پخش شد، گفت آمریکا منو تحت شدیدترین فشارها میذاشت که اخوان المسلمین رو بیا بهشون قدرت بده. میخوام بگم این اشتباه بود. آمریکا درک نکرد موقعیت مصر رو، خواست مردم مصر. در مورد جمهوری اسلامی، البته ایشون در سفر به عربستان سعودی که به نظر من واقعا خیلی تلخ، آدم اینه رئیس بزرگترین قدرت جهان طوری اونجا حالت اعتذار و پوزش و یه جوری میخواد اونا راضی کنه که نه، من با ایران هرگز در یک بستر نرفتم، بلکه دورا دور سعی میکنیم خطرش دندوناشو بکشیم. اینا همه نشوندهنده اینه که آقای اوباما به نظر من استحقاق ریاست جمهوری آمریکا رو نداشت. شاید 2 سال دیگه، 5 سال دیگه در مقام سناتور تجربه کسب میکرد، میتونست. این خوف و نگرانی از اینکه دوباره آمریکا در یه جنگ منطقه‌ای درگیر بشه، ایشون رو پسیف کرد و سیاست منفی در پیش گرفت، سلبی، و در نتیجه آمریکا از یک ابرقدرت، من اصلا معتقد نیستم قدرت آمریکا تا اوکراین رسید. امریکا در خیلی جا الان قدرتش اصلا به رسمیت شناخته نمیشه و متاسفانه آقای اوباما در اینجا نقش اساسی داشت، گویی که نیت پاکی داشت، نیت صافی داشت. آقای شریعت مدنی، روز گذشته پنجشنبه مذاکرات کارشناسان 5+1 و جمهوری اسلامی داغ شد. درست که مذاکرات برای تکنیکی است، پیچیده است، همه این دارد. اما اگر حسن نیتی در کار هست، هدف مشخصی در کار هست، باز به گفته بسیار دیگه از کارشناسان میتونه پیچیده نباشه. یعنی اگر هدف بمب اتمی نیست، اگر هدف این نیست، مذاکرات نیست، این که کی برکی پیروز بشود که در میان نیست به قول آقایون در تهران، اینه که خب در حال آدم میتونه باز کنه اگر هدف اینه این تحریم ها برداشته بشه، سفره مردم یه راهی پیدا کنه در آمدهای ایران به این سفره برسه، خیلی ساده میشه این مذاکرات رو کوتاه کرد و نه این همه کشته. چرا؟ من فکر میکنم که هدف کاملا این نیست. هدف پاره ای از تیم مذاکره کننده ممکنه این باشه، ولی در مجموع جمهوری اسلامی بسیار به این اهمیت میده که زمان بخره و قطعه چکانی امتیازات رو بده تا ببینه کار به کجا میرسه. ولی تجربه نشان میده که اروپایی ها و آمریکا حوصله داره و این کار رو قدم به قدم تا استقرار کامل سیستمی که نظارت شفاف بر پروسه اتمی ایران داشته باشه مستقر خواهد کرد. من فکر میکنم راجع به آقای اوباما باید اینطور قضاوت کرد که آیا این اوباماست که ضعیفتر از آقای بوش هست یا این آمریکاست که دیگر آمریکای سابق نیست. من فکر میکنم که در دوره جهانی شدن ابرقدرت ها به مقدار زیادی قدرت سابق خودشون رو از دست دادن و مجبورن بیشتر از قدرت نرمشون استفاده بکنن. حالا آینده نشان خواهد داد که اگر از حزب جمهوری خواه هم رئیس جمهوری بیاد، کار زیادی جز مقداری سخنرانی های آتشین تر نخواهد تونست بکن. آقای نورزاده 30 ثانیه فرد وقت بزنید. اگه در همین زمینه، چون حرف آقای شریعت مندری مربوط می شد آنچه که شما 30 ثانیه. بله، من حرف زیادتری ندارم. خب به هر حال دو نقطه نظره، باید صبر بکنیم انتخابات آمریکا، ببینیم چه خواهد شد. موضوع قابل بحث و بررسی هست، آیا در روند جهانی شدن این دولت اوباماست که آمریکا رو به چنین موضعی کشونده یا تضعیف کرده به گفته آقای نورزاده و کسان و ناظران دیگه، یا
به طور کلی در روند جهانی شدن مفهوم ابرقدرتی دیگه از میان رفته و همه دارن در این روند به یک سمت تعادلی میرسن که دیگه جهان دو قطبی نفر بود یا سه قطبی. اما بعضی ها هم بر این عقیده هستن که علاوه بر آمریکا نه تنها روس ها می آیند بلکه چینی ها هم می آیند و در بسیاری از جاهای جهان آمده اند. نگاه کنید به اطراف خود، کالاهای چینی رو امکان نداره که نبینید در شاهای دومتری خود. بحث بسیاره در این زمینه، امیدواریم در برنامه های آینده. با سپاس از شما آقای حسن شریعت مداری عزیز در هامبورگ آلمان و سپاس از شما آقای نوری‌زاده عزیز در لندن. به پایان این برنامه تفسیر خبر میرسیم. با امید به فردای بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرکو، البرز، سندو، سبلان، کوهساران دراد، دلاهو و آسماری و تابشان بر فلات ایران زمین، روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار.